طريقة السلف في حفظ القرآن. إن نمر من قامي قال إننا القرآن ما نبادر ما كيد إنه كنوكا. السلف الصالح لم يهجر القرآن. نمر من قامي لو يتكلم القرآن إنه برد وترتلا. وأيضا لم يحفظ القرآن دون تدبر وعمل. ذولتنا القرآن جندي كادي من السلا كادي برم حفظه ما أطر ملا برد نرتيلنا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لديهم حفظ يوم. أور الله برم سمع قامي ولا الله برم دوسم أورو دوسم القرآن يفلاي كنده يرنا. ثم مع الحفظ كان ينظر في معاني هذه الآيات. ذولا القرآن من بدر ما كنا نحفظه، أبغى القرآن إنه لفتن دارتن غلو، آشين غلو ورنو كيرناي. ويستعين بالله العمل. ذولا تنا عم هذا بروتي تجينا نودي الله أن صحين تودي كيمناي. لابد أن نسير على طريقة السلف. هون ده تنا نمر من قام يقل كانت شأننا مارغة تودي أيدي كنام نمر القرآن يفلا كذا من بدر ما كنا. يكون لدينا حفظ يومي. ولا الله ده وسوم. കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഹിഫ്ലായി കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഖിറാഅത്ത് ഖുർആൻ എങ്ങനെ നോക്കി ഓതണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ശരിയാക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഖുർആനിൻ്റെ നോക്കി ഓതിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ തഫ്സീർ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വിശാലമായി പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം ജൽസല മുതൽ കുൽഹുള്ള വരെ തായോട്ടുള്ള ഖിലാസ് വരെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൂറത്തുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. يحفظ سورة الفاتحة ولا يقرأ في صلاته هذا معنى أن الصلاة باطلة. أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة، نركز عليها ونصحح القراءة والله أعلم. القرآن سورة الفاتحة إنه براي النذر نمسكارة البردانة ما يكون هودين هودي كأن سورة ده وند دهنا نمسكارة الفاتحة هودي تلنجل نمسكارة ده نباطلة ده وند نمسكارة هم نمسكارة البردانة مثل الفاتحة يوم ده نقوله ودانا سورة تنقل نمر أرثمارنة من بدر ما كيري كنا.